در بخش از ویدیو سخنرانی فرمانده کل وقت سپاه پاسداران در جمع مسئولان اداره سیاسی سپاه، سرلشکر محمد علی جعفری از نتایج نظرسنجی ها تا پیش از برگزاری مناظره های جنجالی محمود احمدی نژاد با رقیبانش گفت. مناظره هایی که به گفته او شرایط را به نفع آقای احمدی نژاد عوض کرد. نظرسنجی هایی که از 2 ماه قبل از انتخابات شروع شد، رأی آقای احمدی نژاد حدود نزدیک 60% بود و بعد هر چی به انتخابات نزدیک می شدیم این رأی کاهش پیدا می کرد. به دلیل جو و فضای خاصی که ایجاد کرده بودند به صورت گسترده و جوسازی ها و تهمت هایی که می زدند و روا می داشتند، اینها این جو یه مقداری فضای جامعه عوض شد و این فضا یه مقداری این رأی رو شروع به کاهش داده بود، به طوری که تا حدود 12 خرداد ماه به زیر 50% رسید و رأی آقای موسوی حدود 27% تا اونجاها رسیده بود. یعنی سیر نزولی و صعودی برای این دو طرف وجود داشت. این شیب نگران کننده ای بود که همه تحلیل میکردن اگر به همین روند ادامه پیدا بکنه خب حتما انتخابات 2 مرحله ای میشه و تو مرحله دوم هم معلوم نیست که نتیجه به چه شکلی میشه. احمد علی جعفری بود، فرمانده پیشین سپاه. همکارم حسین باستانی برای صحبت بیشتر اینجا در استودیو ماست. اینطور که آقای جعفری میگه نظرسنجی ها مطابقیتی با نتیجه انتخابات نداشته، دست کم در دوره ای. بله، البته ایشون یه چیزی ذکر نمی کنه، یعنی نظرسنجی های بعد از در واقع 12-13 خرداد هم انجام شده که دیگه به اونا اشاره نمی کنه. قبلا اشاره کرده بود آقای زاکانی، یعنی در تیر 88 با این نظرسنجی های بعد از در واقع این دوره که آقای جعفری میگه اشاره کرده بود. مشخصا این که تا 2 روز قبل از انتخابات هم نظرسنجی های هم وزارت کشور و هم وزارت اطلاعات حاکی از این بودی که انتخابات میره مرحله دوم، یعنی آقای احمدی نژاد زیر 50% رأی داره. البته آقای زاکانی اینو نسبت میداد به این که ببین تا کجا نفوذ کردن که نظرسنجی دستگاه نظام هم اینجوری در میاد. ولی به هر حال آقای جعفری در ادامه صحبتاش یه آمار جالبی هم میده، میگه به هر حال قبل از انتخابات همه نظرسنجی ها حاکی از این بود که میزان شرکت در انتخابات 30 میلیون، نهایتاً 32 میلیون خواهد بود. در نتیجه وقتی که 39 40 میلیون اومد، خیلی دچار شبهه شدن که خب این تفاوت از کجا اومده. خب تفاوت بین 39 40 میلیون 32 میلیون یه عدد جالبیه دیگه، اگه دقت بکنیم همون تقریبا همون حدود همون 8 میلیونیه که بعدن این بحث مطرح شد. خب اول گفتن که خب این رو آقای رضایی در جلسه گفته، بعد حالا کسان دیگری مطرح کردن، اخیرا به خاطرش دادگاهی تشکیل شد. 8 میلیونی که کسانی میگن که در واقع در مرحله تجمیع اضافه شده به آرا. آقای جعفری داره، حالا فارغ از اینکه ما راجع به اون قضاوتی بکنیم، داره اون چیزی که میگه به نوعی این عدد رو هم انگار که به صورت غیر مستقیم یادآوری میکنه. البته ایشون توضیحی داره که چی شده که مثلا نظرسنجی هایی که اینجوری بوده چه جوری نهایتاً به گفته ایشون آقای احمدی نژاد پیروز شده. میگه که نتیجه این بود که یه چیزی حدود 10 میلیون حالا به گفته ایشون آرای خاموش اومدن تو صحنه. بعد بازی اپای مطرح میشه که خود آقای جعفری توی این ویدیو بهش اشاره میکنه، میگه این حتی در شورای عالی امنیت ملی هم مطرح شد که آخه وقتی آرای خاموش میاد معمولا کسایی میان رأی میدن، آرای خاموش مال کساییه که اینا با جریان حاکم بر حکومت در واقع زاویه دارن. اگه خاطرون باشه، حالا اینو جمله معترضه، معمولا در انتخابات بین مثلا نیروهای نظام که بحث نیست که رأی بدیم یا ندیم، معمولا کسانی که انتقاد دارن به نظام بحث بهش مطرح میشه که اصلا فایده داره بدیم رأی بدیم، فایده نداره، این بحث مطرح میشه. آقای جعفری به همین اشاره میکنه، میگه خب یه کسایی میگفتن که حتی تو شورای عالی امنیت ملی خب اگر که آرای خاموش بیاد این برای کسانی که با نظام مشکل دارن در واقع اینو معمولا میاد به صحنه. خودش اینجوری جواب میده، میگه نه، از نظر مردم اپوزیسیون واقعی آقای احمدی نژاد بود، چون او بود که از نظر مردم مخالف جریان حاکم بود. که حالا به هر حال اینم یک دیدگاه عجیبیه دیگه، حالا در دوره اول آقای احمدی نژاد شاید مثلا وقتی که رئیس جمهور نشده بود، ولی اینکه رئیس جمهوری که 4 سال سر کار به عنوان اپوزیسیون نظام شناخته بشه، اگرچه ممکنه یه عده‌ای از مردم اینجوری فکر کنن، ولی اینکه فکر کنی بیشتر مردم فکر میکنن که در واقع او اپوزیسیون مثلا آقای خامنه‌ای که هستش در واقع
رهبر نظام هست در شرایطی که هنوز زاویه بین رهبر رئیس جمهور هم شروع نشده، خب یه مقدار حرف عجیبی هستش. سرلشکر جعفری و علی سعیدی نماینده وقت رهبر ایران در سپاه در سخنرانی‌های درون سازمانی خودشون بر لزوم حمایت از محمود احمدی نژاد و جریان اصولگرا تاکید کردند. این جریان اصولگرایی که فعلا حاکم هست و با لطف و عنایت خدای متعال و مبارزات بی امان مقام معظم رهبری این جریان ارزشی انقلابی حاکم شده، این سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج که باید در واقع این جریان را حمایت کنه به صورت گسترده و همه جانبه و انشالله این ادامه پیدا بکنه. اگر ما کشورمون رو خواهان پیشرفت همراه با عدالت در کشور هستیم، این لازمه این به صورت قطع و اجتناب ناپذیر هست. من سوالم از شما این است که نه به احمدی نژاد یعنی چی؟ وقتی که رهبری در هفته دولت سال سوم 22 خصوصیت مثبت برای دولت ذکر میکند و میفرماید در از مشروطیت تا کنون دولت این گونه ما نداشتیم، بعد یک نخبه بزرگواری به خودش حق بگوید بگوید نه به احمدی نژاد استراتژی من است، میشود یار رهبری؟ با این اوصاف آقای باستانی امکان داشته که نتیجه غیر از آنچه که اعلام شد رقم بخوره با توجه به نقش سپاه در کشور؟ خب به هر حال ببینید این صحبت ها خیلی گویاست دیگه، به نظر میاد که خیلی راحت نیست تصور این چیزی که شما گفتید. از قضا این دوتا صحبتی که الان پخش شد به نوعی جواب اون سوال جواب اون حرف آقای جعفری هم هست دیگه، که میگفت مردم آقای احمدی نژاد اپوزیسیون نظام میدن، اپوزیسیون جریان حاکم میدیدن. خب رئیس جمهوری که به این شیوه نماینده ولی فقیه تو سپاه میگه که آقا دیگه رهبری به چه زبونی بگه که در واقع من پشت این دولت هستم و چطور بعضی مخالفت میکنن، یا اینکه آقای جعفری میگه که با تلاش‌های در واقع رهبری این جریان سر کار اومد و بعد حفظش کرد. خب اینی که الان بعد از 10 سال بگیم خب 10 سال گذشته الان روایت رو اینجوری تعریف میکنیم، آقای احمدی نژاد سال 88 از نظر مردم اپوزیسیون نظام بود، این یه مقدار عجیبه، یعنی ناشی از اینه که به هر حال یک مقدار از داستان دور شدیم و این حرفا زده میشه. یه اشاره کوچیکی که من بکنم، یک ویدیو دیگه که منتشر شده مال آقای طایب است که اون وقت حالت فرمانده بسیج بوده، به فاصله کوتاهی میشه فرمانده در واقع، یعنی میشه رئیس سازمان اطلاعات سپاه. آقای طایب تو خب صحبتش طولانی تر از دو برابر بقیه هستش، توش اشاراتی مختلفی به مسائل روز میکنه، یک نکته از حرفاش یا بخش یک محور اصلی از حرفاش اشاره داره به مشکلی که در واقع انتخابات تو خودیا ایجاد کرده، داره میگه که حتی توی سپاه، یعنی داره میگه که در واقع شبهه و ابهام و اینها ایجاد شده و این تیرش خودی ها رو گرفته، میگه حتی توی همین جمع هم خیلی ها رو گرفته. بعد مثال میزنه میگه ما الان داریم اینجا حرف میزنیم، توی همین جمع گرفتن یه عده خوابیدن و واقعا به نظر میاد که داره به خواب فیزیکی اشاره میکنه، به این خاطر که آقای سعیدی هم در بخشی از صحبتاش نماینده ولی فقیه او هم یه جای صحبتاشو قطع میکنه، میگه ما این همه با شدت و عدت داریم صحبت میکنیم گرفتن خوابیدن. حالا اون جمع چه جمعیه؟ یه چیزی بوده 300-400 نفرن، اینا هادیان، یعنی مسئولان هادیان سیاسی سپاه، یعنی کسایی که وظیفه خطیهی سیاسی به بقیه رو در سپاه عهده دارن. چرا هادیان سیاسی هم؟ به این خاطر که آقای جعفری در اول صحبتش میگه در جمع یک همچین جمعی داریم صحبت میکنیم. این جمع، این جلسه یه چیزی بوده 2 هفته بعد از انتخابات برگزار شده، چون آقای سعیدی داره میگه که رهبری در خطبه های جمعه پیششون گفتن که نظر آقای احمدی نژاد به من نزدیکتره، خب اون خطبه 1 هفته بعد از انتخابات بود، حدود 2 هفته بعده و در واقع جلسه هم خصوصیه. آقای سعیدی در یه صحبتش میگه که جمع خصوصیه دیگه، پس یک جمع خصوصی از در واقع مسئولان ارشد سیاسی سپاه که وظیفه شونه که سپاه رو هدایت کنن به سمت مورد نظر مسئولان در واقع ارشد مملکتی و رهبر، توی همین جمع مشخصه که ابهامات جدیه و در واقع آقای طایب داره اشاره میکنه که خب این تیر به خودی ها هم میخوره، به خودمون هم میخوره، اینو باید درمانش کرد. ممنونم از همکارم حسین باستانی.